ششمین روز اردیبهشت ماه برابر با 26 آپریل. عمادالدین باقی زاده 5 اردیبهشت 1341، زندانی سیاسی سابق و از فعالان و انقلابیون اسلامی نسل اول انقلاب است. او از اعضای سابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستانهای ایران در اواخر دهه 70 بوده است. وی پس از عقب رانده شدن نسل اول انقلاب از دستگاه حکومتی، از جمله روزنامه نگاران طیف اصلاح طلب بود که به انتقاد از جناح اصولگرایان پرداخت. او مقارن با انقلاب در یک مدرسه علمیه در شوش به تحصیل ادبیات عرب و منطق و دروس مقدماتی حوزه مشغول بود. وی در فاصله سالهای 60 تا 63 که از عوامل حکومت جمهوری اسلامی محسوب میشد، در لیست ترورهای سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و دو بار از خطر ترور توسط این سازمان جان سالم به در برد. عمادالدین باقی 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه‌هایی چون کیهان و اطلاعات در دهه 60، سلام و همشهری و فصلنامه حضور و هفته نامه پیام هاجر و هفته نامه یاد در دهه 70، توس، جامعه، فتح، صبح امروز و جمهوریت در دوران 8 ساله اصلاحات در کارنامه 30 ساله نویسندگیش دارد. باقی در حقیقت در کوران فعالیت‌های نیمه آزاد مطبوعات در فاصله سالهای 78 تا 80 خود را به افکار عمومی شناساند و به دلیل نگارش مقالاتی جدی در زمینه قتل‌های زنجیره‌ای و روحانیون مخالف اصولگرایان همراه با اکبر گنجی به شهرت رسید. باقی به دلیل مطالبی که در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل‌های زنجیره‌ای نوشته بود، در سال 79 به دادگاه رفت. از جمله فعالیت‌های مدنی و مهم عمادالدین باقی، تأسیس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و تلاش او برای بازسازی و بقای انجمن روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی است. سال 1219 خورشیدی برابر با 1840 میلادی، حرکت اولین کشتی مسافربری با نیروی بخار در انگلستان، اولین کشتی بخار پروانه‌دار به نام بریتانیا روی خط لیورپول نیویورک به کار افتاد و 3 سال طول کشید تا کشور دیگری موفق شد کشتی با همین مشخصات و فناوری تولید و به مرحله بهره برداری برساند. کشتی دوم ناپلون نام داشت و تحت نظر آگوستان نورمان سازنده کشتی در فرانسه ساخته و به آب انداخته شد.